پرسش‌های بزرگ در مورد کارکرد کمیسیون انتخابات با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، نگرانی‌ها در مورد بحث آمادگی‌های تکنیکی مدیریت در کمیسیون انتخابات، مداخله‌های سیاسی، نفوذ حکومت بر اعضای کمیسیون، ظرفیت استفاده از دستگاه‌های بایومتریک با گذشت هر روز اوج گرفته است. اما آیا کمیسیون موجود به معنای واقعی خواهد توانست که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را مدیریت بکنه و برگزار بکنه؟ سلام، به برنامه ارگ 98 خوش آمدید. من امین بابک هستم و میهمانان آقایان عبدالعزیز ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، آقای شمس العصر، مسئول برنامه‌های فیفا، و همچنین آقای ابراهیم زای، متیولا ابراهیم زای، سخنگوی دسته انتخاباتی رحمت الله نابیل. بسیار خوش آمدید میهمان عزیز. آقای ابراهیم، با شما آغاز میکنیم. چقدر شما آمادگی دارین با برگزار انتخابات با توجه به اینکه کمتر از یک ماه به برگزار انتخابات مانده؟ از لحاظ تکنیکی و برنامه‌های داخلیتان آیا فضا برای برگزار انتخابات مساعد شده فعلا در داخل کمیسیون؟ به نام خدا، عرض سلام به شما میهمانان گرامیتان و تمام بینندگان محترم. قسمی که شما در جریان هستین، کمیسیون مستقل انتخابات آنچه تعهدی که به ملت افغانستان کرده مطابق پلان عملیاتی و تقویم انتخابات ریاست جمهوری گام به گام به پیش میریم. کمیسیون مستقل انتخابات فعلا مصروف چندین برنامه‌ای که در اولویت کمیسیون مستقل انتخابات قرار داره مطابق از او پیش میره. تمام مواد اساس و غیر اساس که شامل اوراق رای‌دهی، دستگاه‌های بایومتریک، فرم نتایج آرا و رنگ انگشتان است و در مجموع فعلا به اساس نیازمندی و وجدین شرایط رایدهی در ولایت، هر ولسوالی، هر مرکز بسته‌بندی آغاز شده و جریان داره و قرار است مطابق پلان انتقال ما از روز جمعه که 8 سنبله است تا تاریخ 22 سنبله روند انتقال مواد به ولایت افغانستان از طریق زمین و هوا درمانگی و تشریک مساعی با ناظرین. شما آمادگی تمام به خاطر برگزار انتخابات به تاریخ 6 میزان دارین؟ بله، در بخش انتقال مواد قرار است 8 سنبله که روز جمعه است آغاز شود از طریق زمین و هوا تا 22 ادامه داره. بعد از تاریخ 22 تا 3 میزان تمام مواد اساس و غیر اساس به ولسوالیا و مراکز که در مجموع 5373 مرکز که ما نهایی ساختیم انتقال داده خواهد شد. فعلا برنامه آموزشی ما کمپانی درامالوگو ما آمدن نمایندهشان 20 تن از آموزگارای ارشد ما را آموزش های تکنیکی نحوه استفاده از تکنولوژی بایومتریک فرا دادن. اما نامزدا شما در حال از آمادگی کلی صحبت میکنین که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هنوز هم نگرانی دارند در مورد کارکرد شما، در مورد کارکرد مستقل شما و بیشتر روی ظرفیت ها هم ملاحظات وجود داره که در داخل کمیسیون برخی ظرفیت های اساسی وجود نداره به خاطر مدیریت انتخابات. خب فعلا برنامه آموزشی ما آغاز شده و بیش از 200 تن از آموزگارای ولایتی خود ما آموزش های تکنیکی نحوه استفاده از تکنولوژی بایومتریک، نحوه برگزاری انتخابات، روز انتخابات میال فرا گرفتن و قرار است یا مطابق تقویم برند به ولایت افغانستان و روند آموزش ها را مطابق تقویم تا 3 روز قبل از انتخابات ما در تمام ولایت افغانستان آموزش بدیم به تمام کارمندای خود. و موضوع تامین بودجه انتخابات است که در این رابطه هیچ نوع مشکلات وجود نداره. ما هر هفته جلسات امنیتی را با نهادهای ارشد امنیتی داریم و هفته قبل با وزیر شورای داخلام از جمله 5373 مرکزی که ما با نهادهای امنیتی و ما تعهد سپرده بودیم که تامین امنیت میکنیم و ما روز انتخابات در اون انتخابات برگزار میکنیم، گفتن که 431 مرکز به اثر تهدیدات شدید امنیتی ممکن باز نشه، اما ما تلاش‌ها میکنیم برنامه‌های عملیاتی خود و عملیات های محاربوی را به خاطر امن ساختن مراکز. تشکر آقای ابراهیمی. تشکر. آقای راسخ، از دید شما با توجه به آنچه که آقای ابراهیمی اشاره کرد در مورد آمادگی‌های تکنیکی، به عنوان نهاد ناظر چقدر باورمند بر این هستین که کمیسیون موجود بتونه که اول انتخابات مدیریت بکنه، دومی که آمادگی‌های تکنیکی به معنای واقعی انجام شده باشه و کمیسیون آنچه که آقای ابراهیمی گفت مواد انتقال شده، ما ظرفیت داریم در داخل کمیسیون، تمامی شرایط وجود داره؟ ارزیابی شما چی است؟ عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار گرامی و همچنین بینندگان محترم. اجازه بدین خیلی گزارا در دو بخش کار کمیسیون مورد ارزیابی قرار بدیم. در حوزه برنامه‌ریزی و در حوزه تئوری در واقع خیلی به جرأت گفتم میتونم کار کمیسیون مستقل انتخابات در این دوره قابل توجه هست، واقعا قابل توجه هست و قابل تقدیر. برنامه‌هایی را که ریختن در واقع طرز العمل‌هایی که آماده شده و همچنان بازدهی تئوری که در واقع در حوزه کار خود دارن قابل توجه است. به عنوان مثال میتونم بگویم که یکی از کارهای خوبی که در این دوره صورت گرفته این هست که کمیسیون مستقل انتخابات در واقع لیست محلات رای دهی را، لیست تعداد رای دهندگان را در واقع، لیست مراکز را در واقع به صورت مشخص و واضح روی وبسایتشان هست. طرز العمل ها به صورت واضح و روشن در واقع روی وبسایتشان هست و طرز العمل هایی که میتونه جلوگیری بکنه تطبیقشان از اعمال نفوذ و از در واقع خلای انتخاباتی چی در جریان انتخابات چه قبل از انتخابات. این یک بخش کار هست. ولی میایم در عرصه عمل و در عرصه تکنیک در واقع ارزیابی ما نشان میده که در عرصه عمل و تکنیک متاسفانه کار ملنگه. به چه معناست؟ به این معناست که ما اجازه بدین که از موضوع ارسال مواد حساس در واقع آغاز بکنیم، از همون جایی که بحث صورت گرفت. مواد حساس طبق تقسیم اوقات آنچه که آقای ابراهیمی مطرح کردن موضوع آره طبق در برنامه هست، در واقع کار جریان داره رویش و ممکن هست کمیسیون موافق به هم شود که در واقع کار مواد را بفرسته. ولی آقای ابراهیمی اشاره نکردن که متاسفانه دستگاه‌های بایومتریک با مشکل مواجه شدن. یکی از اساسی ترین مواردی که در انتخابات‌های گذشته مورد بحث و توجه بوده دستگاه بایومتریک بوده. دستگاه بایومتریک آقای ابراهیمی به باور است که کمپانی کوکنون کمپانی در ملاک کار انجام میده، تجربه کافی داره و میتونه که اجازه بدید من میایم سر از قلب تپنده انتخابات در واقع همین دستگاه هست، به خاطر اینکه این دستگاه تضمین میکنه شفافیت انتخابات، رای را میگیره و رای را محاسبه میکنه. مادامی که دستگاه نتونه ضمانت بکنه در واقع و عمل بکنه آنچه که انتظار میره از این دستگاه، او دستگاه ارزش خود را از دست میده. امروزه ارزش دستگاه در واقع مورد سوال هست. من اجازه خیلی گزارا مطرح بکنم که این دستگاه باید از اجلاس یا ارزیابی نهادهای داخلی و خارجی باید میگذشت، در واقع تایید میشد، بعد میرفت مورد استفاده قرار میگرفت. ولی متاسفانه همین جلسه مشترک ارزیابی که برگزار شد دستگاه تا اینجای کار ناکام ارزیابی شده. چیزی است که کار فرستادن مواد حساس را به مناطق در واقع به تعویق میاندازه. حالا سوال اینجاست که واقعا شما اگر مواد حساس رو میخواین به حوزه ها و مراکز رای دهی بفرستین، آیا بدون دستگاه میفرستین یا با دستگاه؟ اگر با دستگاه میفرستین چگونه؟ بخاطر دستگاه عملا ناقص است. تشکر. آقای ابراهیم زای، برای تیم شما به عنوان یک کاندید چقدر نگران کننده است عملکرد کمیسیون انتخابات با توجه به نزدیک شدن انتخابات و مجموعه اتهاماتی که بر کمیسیون انتخابات وارد است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت مهمانان عزیز شما و بینندگان محترم شما. اجازه بدید که من همین موضوع انتخابات از دید یک کارمند تکنیکی و سابقه دار کمیسیون انتخابات براتون بررسی بکنم، ملایی که نسبت به یک تیم سیاسی براتون چیزی داشته باشم برای گفتن. کمیسیون مستقل انتخابات جناب راسخ گفتن که در قسمت برنامه‌های تئوری موفق است. یکی نیت مسئله است، یکی اراده مسئله است و یکی تطبیق نیت از جناب بابکسی. اساس انتخابات را در تمام دنیا کرسی، کاندید و رای دهنده تشکیل میده که ما متاسفانه در بود انتخابات هم مثل بود اقتصادی ما، بود امنیتی ما، بود اجتماعی ما معمولا به برنامه‌های وارداتی و خیالی سرخوردیم که دیگه تا جای یعنی کمیسیون موجود هم دچار سرخوردگی با برنامه‌های وارداتی است. اجازه بدین من مشکلات کمیسیون براتون میگم و علت مشکلاتون براتون میگم. ما در یک جغرافیای به نام افغانستان که 40 سال دای جنگ است و جنگ زده هستیم، انتخابات را قرار است از سال 2002-2003 شروع کردیم که انتخابات اولش انتخابات لایجرگی اضطراری بود، باز انتخابات لایجرگی قانون اساسی بود، انتخابات اول دور اول ریاست جمهوری بود، انتخابات شورای ولایتی و ولسی جرگه را همزمان برگزار کردیم در سال 2005. بعدش آمدیم به طرف ما بدون از اینکه بررسی بکنیم یک تعداد خارجیایی که پروسه و با حفظ احترام به جناب راسخ صاحب توسط یک تعداد انجوها که با پروسه به شکل پروژه‌ای برخورد میکنن، متاسفانه آگاهانه یا ناگاهانه پروسه را از حالت اصلی پروسه کشیدن. این به اصطلاح بالاپوشی را برای ما دوختن که او به تن ما بزرگی میکرد. مثلا در سال 2009 انتخابات مشکلات خود داشت. من قبلا هم خدمت شما عرض کردم که رأی در قانون اساسی افغانستان مطابق با قوانین افغانستان رای از جمله حقوق اساسی است و در حقوق اساسی شما میفهمین که ما برای یک کسی که حقش هست بر از او ما نمیتونیم مرز تعیین بکنیم و حق از او رو بر از او تعریف کنیم، حقش هست. و این که ما چرا آمدیم به پروسه انتخابات و در قانون اساسی افغانستان عمومیت قید شد، چون حقوق اتباع باید مساوی باشه، سری بودن قید شد. مشخص به با توجه به اوضاع حاکم در کمیسیون انتخابات و نزدیک شدن انتخابات به این باور هستین که کمیسیون موجود با توجه به وضعیت حاکم بتونه انتخابات مدیریت کنه؟ متأسفانه کمیسیون، شما اجازه بدین، کمیسیون وقتی که ما انتخابات میگیم ابعاد مختلف داره. بعد از اینکه در 2009 انتخابات به چالش رفت، یک سلسله وضعیت قسم شد که باید انتخابات دوامدار بسازن و دایی یک نوع به اصطلاح امتیازگیری شود. 2010 ببخشید شما خبر دارین که محکمه اختصاصی جور شد برای انتخابات 2014 اولیسی جرگه، ببخشید برای انتخابات 2014 شوراهای ولایتی و ریاست جمهوری قانون تعدیل کردن تحت نام اصلاحات. الکترال ریفورم در دنیا یک اصل است. کوتاه بفرمایید خیلی چون فرصت وقفه اندک است. کمیسیون موجود ظرفیت مدیریت انتخابات خیلی داره. کمیسیون، ما گفتم کمیسیون از سال 2014 به بعد از لحاظ کادری و از لحاظ تکنیکی زیر ضرب و شتم است که امو ظرفیت تکنیکیش بسیار ضعیف شده. از 2014 تا 2018 تا 2018 متاسفانه امیل اگر من حیث یک کارمند تکنیکی و یک کارمند که اونجا تجربه دارم بر شما میگم که از لحاظ ظرفیت تکنیکی متاسفانه کمیسیون حتی دوچار صفر است. امیل یا میگن که ما برنامه آموزشی را ارائه کردیم، کسی که در رأس ریاست آموزش است او متاسفانه در ولایات ما کادرهای خود از دست دادیم و این بار ملامت نمیتونیم تنها بار دوش کمیسیون انتخابات بردیم. تشکر. ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدید. آقای ابراهیمی، انتقاداتی که آقای ابراهیم زای مطرح کرد در پیوند به کار ظرفیت کمیسیون انتخابات، حتی گفت که ظرفیت پس از 2014 تا کنون در داخل کمیسیون انتخابات صفر است و مجموع انتقاداتی که بر کاربرد دستگاه بایومتریک ارائه کردن. بفرمایید پاسخ. ظرفیت کمیسیون مستقل انتخابات نهادهای نظارت خود دارن. ما امیدوار هستم آنچه که صحبت میکنیم مستند صحبت بکنیم. خب در بعض بخش ها چالش ها و مشکلات هست، این را پذیرفته میپذیریم و رد هم نکرده نمیتونیم، اما فعلا این بار ما تلاشی کردیم که در بخش استفاده از تکنولوژی بایومتریک کمپانی در مالوگ بیان نماینده ارشدش آموزش بدن. آقای ابراهیمی، در مورد استفاده از دستگاه بایومتریک شما به عنوان کمیسیون انتخابات به این باور هستین که این دستگاه ها متفاوت‌تر عمل بکنه نسبت به انتخابات پارلمانی افغانستان، چون دیده شد انتخابات پارلمانی دزگاه ناکام شد؟ شما با یک نشست با تمام بخش‌ها مداشم با رسانه‌ها رهبری کمیسیون مستقل دوام روی کمپین در مالوگ، اعضا جناح‌های سیاسی، نهادهای ناظر همشان داشتیم و نظارت که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در چند روز در مدت یک هفته از نحوه استفاده تکنولوژی بایومتری و کاربرد از که قناعت ما حاصل بکنه در متاسفانه مواردی بود که قابل نگرانی رهبری شد و این کمپانی در مالوگ گفتن که بخاطر امو آخرین ورژن سافت‌ویر را ما تلاش میکنیم که در مدت یک یا دو روز دیگه در دسترس قرار بگیره و در رابطه به شناسایی انگشت و تصویر شخص اینجا ما تلاش میکنیم که دوباره این مشکلات به وجود نیاد. شما به این باور هستین که در فرصت اندکی که وجود داره 100% شما بتونین از دستگاه بایومتریک در انتخابات استفاده بکنید؟ و دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات و کمپانی در مالوگ موظف شده که هر چه زودتر در این رابطه مواردی که سبب نگرانی هست و چالشی که داره، یعنی نگرانی چالش هنوز هم موجود است. بله. در کدام موارد است؟ آخرین ورژنش در رابطه با سافت‌ویرش مشکل داشت. کمپانی در مالوگ گفته بود که هر چیز زودتر در دسترس ما قرار میده و نظارت که رهبری کمیسیون داشت از این بخش تلاش می است که هر چیز زودتر این مشکل. خب زمانی که سافت‌ویر مشکل داره شما فرصت اندک از چی وقت آموزش میدین؟ چی وقت آموزش در رابطه با آموزش مشکل نیست، آموزش دارن نحوه استفاده از این، اما این که مثلا در رابطه با شناسایی آرای دوپلیکیت یا آرای دوپلیکیت و شناسی انگشتان دست و چهره سری مورد هست که یا گفتن که امی سافت‌ویر آخرین سافت‌ویر که در دسترس ما قرار میده چی را داره، ظرفیت شناسایی را داره، در خود دزگاه چی نیست، اما ای که به سرور میاد اینجا مشکل هست که اینجا حداقل اینمی ظرفیت باشه که شناسایی بکنه آرای دوپلیکیت آرای یعنی به باور هستین که در فرصت اندک شما بتونین نقیصه را برطرف کنین. کمپانی دارالملک و دارالانشا موظف شدن و تحصیل بردن که چه زودتر یک بار دیگر سر اظهارات آقای ابراهیم زای میگم که در بخش تکنیکی ظرفیت در داخل کمیسیون صفر گفتن. شما فرمایید زمانی که مثلا رد میکنین به هیچ مورد در رابطه با ظرفیت فعلا ما خوبترین کادرها را موظف کردیم، استخدام کردیم. مثلا در رقابت ما امیال فعلا در بخش آموزش که آقای ابراهیم زای مطرح کرد، امیدوار هستم که موضوعات سلیقه‌ای برخورد نکنیم. آقای سالی یک از کادرهای کمیسیون انتخابات است که در نهادهای ناظر انتخاباتی خصوصا فیفا یک بخش عملیاتی را کار کرده. ما به خاطر معلومات آقای ابراهیم زای را مطرح کردم که خوبترین ظرفیت‌ها را ما فعلا در بخش آموزش داریم و کلی کادرها امیال آموزش می‌بینند و ما آموزگارای ارشد داریم و در این بخش ها نهادهای ناظر هم همکار هستند که یا نظارت دارن. از میپذیریم که در بعض بخش ها چون ما ضرورت داریم با آموزش های بیشتر و کارمندایی که مثلا ما بر روز انتخابات استخدام میکنیم کارمندای نو است و یا این حال ما سر از تلاش میکنیم که ظرفیت کارمندایی که در روز انتخابات برگزار میکنه سرزی ما زیاد توجه میکنیم که یا نحوه برگزاری انتخابات یاد داشته باشن، یاد بگیرن، فرا بگیرن. دقیق که چالشی که در انتخابات 28 میزان متاسفانه با اون مواجه شدیم دوباره با اون مواجه نشیم. سپاسگزارم. آقای راسخ، با توجه به اظهارات که آقای ابراهیمی میکنه در پیوند به نقیصه‌هایی که در دستگاه بایومتریک وجود داره، در سافت‌ور وجود داره و یک بار دیگر نگرانی ها اینها هم مطرح میکنه، با این باور هستین در فرصت که اندکی که وجود داره واقعا یا بتونن نقیصه‌ها رو برطرف بکنن و یک بار دیگر در روز انتخابات دچار یک نگاه کوتاه اگر به گذشته بیاندازیم، دستگاه‌های بایومتریک در واقع از انتخابات 2018 یعنی دو سه ماه قبلش راه افتاد کارش تا اینجای کار رسیده، یعنی چیزی نیست که دیروز و پریروز مطرح شده باشه ما وقت کافی نداشته باشه. تا اینجای کار را میشه این گونه نتیجه گیری کرد که اگر تا اینجا نتونستیم معضل را حل بکنیم، اجازه بدید که سرازو هم بیایم که چرا مثلا چراییش را هم حداقل یک مورد بررسی قرار بدیم. اگر تا اینجا نتونستیم، امیدواری به این که در 31 روز آینده ما بتونیم واقعا این معضل را حل بکنیم که بعد این دستگاه‌ها واقعا به صورت درست پاسخگو باشن، با باور ما ممکن نیست. در واقع این گونه بر شما میگم با باور ما ممکن نیست، به خاطر اینکه شما قبل از انتخابات پارلمانی جریان بعد از او در واقع تا اینجای کار حداقل چندین ماه فرصت بود که دستگاه‌ها بالاخره اصلاح شوند، کار صورت بگیره، چرا نشده در واقع. چراییش را من هم میگم که ما پیشتر صحبتم را از اینجا آغاز کردم که یکی برنامه هست، دیگری مدیریت هست. شما برنامه درست نیاز دارین، مدیریت قاطع نیاز دارین، در واقع مدیریت مستقلانه نیاز دارین. چیزی که در اینجا میلنگه مدیریت قاطع و مستقلانه ما در واقع نداریم. ببین مدیریت قاطع به این معناست که شما زمانی که دستگاه‌ها رو میایین مشکل سنجی میکنین، مورد ارزیابی قرار میتین، نهادهای ناظر، احزاب سیاسی در واقع ما یادم نمیآید که آقای ابراهیمی نشستن شاید اینا میتونن ما اصلاح بکنن که در کجا مثلا نظریات رو که پریروز یا پیش پریروز احزاب سیاسی مطرح کردن در واقع یا جناحایی که زیدخل هستن در انتخابات مطرح کردن که امروز او مشکل یعنی برای شما هم نهاد ناظر مدیریت مستقلانه بزرگترین عدم مدیریت مستقلانه در داخل کمیسیون بزرگترین نگرانی است. این معضل هست در واقع. من برازو هم حرف دارم. به عنوان مثال مثلا شما موضوع استخدام کارمندان کمیسیون رو ببینید، یک بخشش قابل توجهش در واقع صورت گرفته، ما از او هم چشم پوشی نمیتونیم، ولی کابل که با عنوان قلب تپنده در واقع کشور هست و بخش عظیمی از نیروی رای دهنده را در خود جا داده، رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات سرپرست هستند، در حالی که در تقسیماتی که اینجا ما داریم خدمت مثلا هست، در تقسیمات تاریخ باید دو ماه قبل این سرپرستا خلاص میشدن و همین سرپرست در واقع آقای ابراهیمی هستن بازم پاسخ بدن که این مشکل با کمیسیون هم مطرح شده، بر اساس سلیقه فردی در واقع پالیسی میسازن و بر اساس همو پالیسی افراد را مصاحبه میکنن و بعد در مصاحبه شرط میگذارن که شما باز دو زبان پشتو و دری اگر تسلط کامل دارید میتونید وارد برنامه ما شوید، اگر باز هر دو زبان دری و پشتو تسلط کامل ندارید از برنامه اتومات خارج هستید. ببینید شهروندان افغانستان بر اساس قانون اساسی حق دارن به یک زبان تکلم بکنن، هر دو زبان زبان ملی هست و این مادام این مسئله مادام مطرح میشه که در کابل یک پالیسی میچله، در ولایت های شما در واقع در ولایت های دیگه یک پالیسی دیگه هست، یعنی پالیسی که در کابل در واقع تطبیق میشه پالیسی هست که فقط یک جناح را حمایت میکنه، یک جناح خاص را حمایت میکنه و اگر ما مصداق این مثلا همین را به عنوان مصداق تعارض و مصداق تاثیرگذاری مثلا گروه ها و افراد در واقع و جناح ها ندانیم روی کمیسیون مستقل میدیم. تشکر. آقای سید جمال خورشید سخنگوی دسته انتخاباتی عبدالولی احمد ولی مسعود تازه در برنامه ما پیوست. آقای خورشید، با توجه به اینکه در پیوند به مدیریت انتخابات و مجموعه نگرانی ها توسط کمیسیون انتخابات نگرانی ها مطرح است، در آخرین نشستی را که کاندید شما با برخی از کاندیدهای دیگر داشتند، مشکلات در کمیسیون انتخابات، مداخلات سیاسی در داخل کمیسیون انتخابات به عنوان بزرگترین نگرانی مطرح کردند. از دید تیم شما استقلالیت در داخل کمیسیون چقدر مایه نگرانی است و چقدر باورمند بری هستین که کمیسیون بتونه مستقل عمل بکنه و یا هم غیر مستقل عمل بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام و ادب خدمت شما. وقت همه بخیر. ببین وقتی که بحث از کارکرده‌های چگونگی هر دو کمیسیون، بحث کمیسیون مستقل انتخابات مطرح نیست، بحث کمیسیون سم شکایات هم به عنوان یک نهاد مستقل باید شبیه از اینا کار بکنه. وقتی که اینا مطرح میشه، چند تا چالش کلان تاکنون در 18 سال وجود داشته. اولین چالشی که بیشترین انتقاد، بیشترین نگرانی و بیشترین بی‌باوری مردم افغانستان نسبت به این پروسه و نسبت به این روند مردمی و سیاسی اعلام داشته، بحث کم ارادگی، مشکلات تکنیکی و در واقع عدم هماهنگی هر دو کمیسیون. درست در سه چهار دور قبلی یکسره انتقادات بود، یکسره مثلا بی‌باوری بود، یکسره بیرون دادن نتایج داخل کمیسیون خلاف میل و خلاف باور و خلاف انتخاب مردم افغانستان بود. اما شما دیدین که بعد از تاکیدات بیشتر کاندیدان ریاست جمهوری که بی‌باوری نسبت به حکومت وجود داشت، بی‌باوری نسبت به تقلب آینده وجود داشت، آمدن کمیشنرهای هر دو کمیسیون را تعیین کردن. ما با تمام تعیین کمیشنرها اما اکنون هم دیده میشه که یک سری ناآمادگی ها و یک سری بی‌باوری ها، یک سری مشکلات تکنیکی در داخل کمیسیون وجود داره که آقای ابراهیمی با اسناد ممکن است که از داخل خبر داشته باشیم. بحث غیر فعال سازی دستگاه بای مدیری که از بحث عدم تثبیت در واقع آمار کلی رای دهندگان است و بحث ناهماهنگی بین کمیسیون مستقل انتخابات با کمیسیون سم شکایات، که ما خواهشمان و تاکید و عقیدهمان این است که تمام مشروعیت، استقلالیت و در واقع افتخار بالا را هر دو کمیسیون حفظ کنه و هیچ نوع دستاندازی و هیچ نوع در واقع مداخله را اینا اجازه ندن. اگر گاهی هم اینا مواجه میشن که از طرف حکومت، از طرف احزاب سیاسی، از طرف نهادهای ناظر، حتی از طرف نهادهای منطقه‌ای بین المللی در این پروسه مداخلات صورت میگیرد، این جسارت اخلاقی و این بزرگی را داشته باشند که با مردم افغانستان طرف شوند. تا کنفرانس های متفاوتی اینا تمام اسناد و مدارکی که وجود داره برای مردم افغانستان بودن. ما امیدوار هستیم که این مشکلات در داخل حل شوند. اما چقدر به باور هستین به عنوان نماینده یک کاندید و یک تیم انتخاباتی که کمیسیون موجود بتانه با رفع تمامی نگرانی ها نزد نامزدان انتخابات و مردم افغانستان بتانه که انتخابات به صورت اساسی برگزار بکنه، انتخاباتی که قابل قبول تمامی طرف ها باشه؟ ببینین دو تا مسئله را در نظر بگیرین که ما به لحاظ کارکردی در امر تخصص نسبت به کار انتخابات ما یک سری چهره ها را داریم که ممکن است تخصص کافی در بحث انتخابات نداشته باشند، اما بحث اراده، بحث تعهد و بحث دلسوزی و حسن نیتشان نسبت به این پروسه و مردم افغانستان وجود داره که از طرف کاندیدان محترم انتخاب شدن. اما آنچه که واقعا مانع بزرگ است بر انتخابات، دو چالش و آفت کلان دیگر است. یکی بحث امنیت است. شما بالای 50-60% خاک افغانستان شما می‌بینید که اگر در گروی کامل گروه‌های تروریستی نباشه، اما اکثر دچار مشکلات امنیتی است و آفت کلان دیگر بحث مداخله سری حکومت است. در 18 سال تنها چالش و آفت و معضلی که این پروسه را مشروعیت چه زیر سوال برده و در واقع خودسری ها صورت گرفته، نتایج خلاف میل مردم افغانستان و شهروندان افغانستان بودند، حتی ندانستند مشروعیت کامل خود حفظ بکنند. این بار آنچه که رئیس جمهور هم گفت که تمامی کاندیدا برای کمیشنرها رای دادن و تنها سلیقه یک شخص در تعیین کمیشنرها تعیین کننده و تاثیرگذار نبوده. یعنی شما هم به عنوان یک کاندید رای دادین و بحث خود مداخله سیاسی را یک اندازه این مسئله میتونه رفع بکنه. ببینین حالا وقتی که آقای رئیس جمهور یا رئیس جمهور قبلی یا آقای غنی ادعا میکنه که من یک رای استعمال کردم، بقیه کاندیدا 18 رای استعمال کردن یا بیشتر از اون استعمال کردن. حالا ببینید مگر شما بارها شما شاهد نبودین که از داخل کمیسیون مثلا نگرانی بیرون شد که اینا اکثرا در کار ما مداخله میکنن؟ ببینید اگر واقعا ما میخوایم پروسه را درست مدیریت بکنیم، شفافیت برگزار شود، مشروعیت حاصل شود، رهبریت هر دو کمیسیون با تمام توان از این پروسه نظارت خود داشته باشند. در صورتی که اینا با مشکلی مواد برمیخورن، به نهادهای ناظر اینا رجوع بکنن، درست که اونا بیشتر تحقیقات و تخصصشون در بحث انتخابات است، ولی اینا در پهلوی مردم افغانستان باشن، نه در پهلوی کاندیدا باشن، نه در پهلوی حکومت باشن، نه در پهلوی احزاب سیاسی، در پهلوی مردم باشن. در پهلوی مردم افغانستان نیست کمیسیون انتخابات. حالا بیشترین نگرانی و عدم بی‌باوری مردم افغانستان نسبت به سرنوشت انتخابات همین است که کمیسیون به جای از اینکه با ما ما طرف باشه، مخاطب اصلیش ما باشیم و میزان مشروعیت این پروسه اشتراک مردم باشه. همیشه جناح حکومت هم میگیره، همیشه رهبری حکومت هم میگیره، همیشه تکیه بر حکومت داره که حالا شما به عنوان یک نهاد مستقل بودن حفظ بکنین، مشروعیت خود حاصل بکنین و مردم افغانستان رو به خود مخاطب بدین که آیندهش آینده نیک باشه. سپاسگزارم. ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدید. آقای ابراهیم زای، شما ظرفیت تکنیکی در داخل کمیسیون انتخابات صفر گفتین، در حالی که آقای ابراهیمی شما را متهم به سلیقه‌گرایی کرد و گفت که با مسائل تکنیکی نباید سلیقه‌گرایی بکنید. در این مورد اول پاسختان بدین، بعد روی موضوع میپرسم. با معذرت که من مشکل سلیقه‌گرایی با کسی ندارم. حالا من خدمت شما عرض میکنم که ظرفیت تکنیکی چیه میگه؟ ظرفیت تکنیکی نیست که یک آدم از پنتون فارغ شده، یک جای کار کرده، اومده در یک چوکی شیشته کار خوب یا بد پیش میبره. کسی که از کار خود استدلال نداشته باشه و کار خود پیش بینی نتونه، شما باید دارین در آرشیف شماست، از طریق رسانه شما. یک ماه قبل از انتخابات پارلمانی ما گفتم که دستگاه بایومتریک جنجال ساز است، دردسر ساز است. حالا هم براتون پیش بینی میکنم، وقتی که کمیسیون امی مسئله را استدلال کردنتان از در مقابل حکومت، در مقابل اعصاب که برادر تو در یک جغرافیایی به نام افغانستان زندگی میکنی که 30% نفوست نیمه باسواد است، 70% مطلق بی سواد است، تو میری در پامیر بدخشان انتخابات میکنی. امی لحظه ما برای من آقای ابراهیمی میگه بمی میراث و مرداری که از کمیسیون قبلی بر از یا مان نتیجه نیمکله. اعتبار کمیسیون به چی حد رسید؟ امی وضعیت آگاهی عامه از این کمیسیون به کجا است؟ دیروز جالبی است که از کمپاین یکی از بزرگوار یک کس برآمده بود، قرار بود گفت مرا نان نداد، من نامش نمیگیرم چون نمایندهش نیست، اگه نمایندهش می‌بودم نامش نمیگرفتم. یک وقت میگه ما چم 3 تا کاندید است یا 4 تا کاندید. پرسونش کردم که تو چیکار هستی؟ گفت من معلم هستم. یک معلم ما نمیفهمه که تعداد کاندیدای ریاست جمهوری چند است. این مسائل است که آل خودشون هم اقرار میکنن. یکی است که یک چیزی رو شما در کاغذ نوشته میکنین، از گوگل سرچ میکنین. یکی یک چیزی است که یک برنامه رو شما تطبیق میکنین. شما یک تاک انگور بسیار خوبی را از چارکار، از شمالی، از قره باغ ببرین به جلال آباد غرس کنین، شما از حاصل میگیرین؟ ابدا نمیتونین گرفته. اگر برعکس شما یک درخت مالتا یا نارنج از جلال آباد برین به چارکار غرس کنین، وضعیت چی است؟ شما اول بستر پروسه را داش تطبیق میکنین، این بستر باید ارزیابی میکنین که وظیفه کمیسیون انتخابات است. مسئله دیگه است که مسئله سیاسی است. انتخابات پروسه تکنیکی و حقوقی است، به ابزار تکنیکی ضرورت داره و به بستر سیاسی که چون نتیجه سیاسی است. همین وضعیت سیاسی این کمیسیون، رئیس کمیسیون شما از توقع نداشته باشین که او سیستمای چیزا بفهمه، این تی وی را بفهمه، پی آر را بفهمه، سیستم ایزبی را بفهمه، تریس از رئیس کمیسیون و اعضای کمیسیون در آخر باید بتونن پروسه را وضعیت سیاسیش مدیریت بکنن. نتیجه پارلمانی متاسفانه نتیجه اولسی جرگه مشخص در مورد ظرفیت صفر کمیسیون که شما گفتین صفر است. آقای ابراهیمی اشاره کرد مثلا کسی که مسئول برنامه آموزش است و گفتن که در فیفا تجربه داره و در اجازه بدین امیال شما یک بک چیز در گوشتان است، میشنوین پس از بالا برتون صدا میده، اما گردان شما میکنین عملی. به احترامی که با آقای راسخ دارم، به احترامی که به نهادهای ناظر دارم، متاسفانه کسی که در نهاد ناظر کار کرده او پروسه را نظاره کرده، او عملا با پروسه، با چالش های پروسه مواجه نشده، او ساحه را نمیشناسه. حقیقت گپی است. شما یک کارمند که در آیتی، ما در آیتی کار کردیم، درست در بخش عملیاتی کار کردیم، ما در کمیسیون انتخابات کسایی که داریم در بخش مالی کار کرده، او کارمند بخش مالی را که شما اتومات بیارین سر از او مسئله عملیات ساوی را برخورد کنین، باز فکر در سی وی شام نشست که 10 سال تجربه انتخابات داره، کارکرد در کمیسیون انتخابات داره، اما در عمو بودم اون نمیتونه که در ساعت در وضعیتی که فعلا کمیسیون ما قبلا شما نموندین که صحبتای ما تکمیل شود. این میراث کمیسیون ضعیفی کمیسیون از کمیسیون قبلی داره. بعد از اینکه آقای سیاد بر ریاست کمیسیون آمد، ظرفیت‌های کمیسیون کلش محو کرد. چیزی که مانده بود. یک نمونه مثالش خانم دکتر شعلہ است. خانم دکتر شعلہ کسی است که اکثر نهادهای ناظر، امیایی که خداعالم متخصص میگن، به شمول آقای عیدزاده، به شمول آقای رشید که سابقه دار است، یا زیر دست دکتر شعلہ ترنینگ شده. شما آقای رودوال امروز در کمیسیون انتخابات ندارین که یک ترینر بسیار موفق بوده. مسئله ای است که سرش او را به نام از اینکه هر چیزی که کرده بر صورتش ما میایم سر مسئله که اعصاب ما را متاسفانه فهم تکنیکی بالا نداره. من برایشان در جلسات بودم، هر کدامش میگم برادر تو دمی تلفن وقت آخر که جلسه میخواست که میگفتمش نمبر واتساپ تا بده، میگم ما واتساپ ندارم. او برادر نکتایی زدید وزیر اکبر خان شیشتی واتساپ نداری، سندتان در سند یک لک تذکیرتان در ورد پیشنهاد کردی، در کل کاندید ریاست جمهوری هم اسی ظرفیت زیر نداری که می حداقل یک لک تذکیرت در اکسل تایپ کنی. باز شلم هستی که فول بایومتریک باید استفاده شود، فول تکنولوژی باید استفاده شود. امی که استفاده از تکنولوژی آقای راسخ با ما موافق است. ماده 19 میگه که انتخابات پروسش از الف تا یا از ا تا زد باید از تکنولوژی باید استفاده شود. امیال ما دموگرافی نداریم. تو که لیست دیجیتال نداشته باشی چی آنالیز می‌کنی؟ خب در بحث تکنیکی بحث کردیم. در مسئله اگر کوتاه بفرمایین چون بعد از آقای ابراهیم برمیگردیم. در مسئله مداخلات سیاسی هرچند که کمیسیون موجود توسط تمامی نامزدان انتخاباتی رئیس جمهوری انتخاب شدند، اما دید شما به عنوان یک تیم انتخاباتی چقدر برای است که واقعا کمیسیون بتونه مستقلانه عمل بکنه در کار برگزاری؟ با معذرت بازم با این چیزی که میگم از بود تکنیکی است نه از بود سیاسی. امیر رایگیری برای اعضای کمیسیون رایگیری سازمان در سازمان ملل متحد واره یک چیزی بود. در سازمان ملل متحد بنگلادیش هم یک رای حق داره و امریکا هم یک رای حق داره، اما از لحاظ همون کوالیتی و توان شما نمیتونین بنگلادیش با امریکا مقایسه کنین. اینجا درست است که می 18 نفر نامزدا رای دادن. یعنی باور هستین که کمیسیون فعلی تحت تاثیر مداخلات حکومت حرکت میکنه؟ شما زمان آقای بابک تحت تاثیر قرار میگیرین، از بالا کمند میگیرین که شما دمیگردانندگی ضعیف شوین، از بالا مجری برنامه به شما اشاره میده. شما زمان از ترافیک میترسین که در جیبتان لیسانس نباشه و جواهرتان ختم باشه. این زمینه مداخله را و ترس به شما اجرا میکنه. کمیسیون مستقل انتخابات بعد از اینکه نتایج به اصطلاح باقی مانده کمیسیون قبلی را به دوش گرفت و در ای متاسفانه نتایج کابل را از طریق اول طریق تلویزیون ملی اعلان شد که دیگه کمیشنرها ملامت نبود، دارن شایش بود، و دوم خود سخنگوی کمیسیون شکایات آمد گفت که ما به این نتیجه تاسف میکنم. به این نتیجه این خودش یک ضربه ملحق بود و این استفاده از تکنولوژی. یعنی باید باور هستین که کمیسیون بعد از این نمیتونه مستقلانه عمل بکنه با توجه به این ضربه؟ متاسفانه مشروعیت ذهنیشان حالت زیر سوال. شما در کجای دنیا دیدین که اقارب درجه یک کاندید در رأس کمیسیون انتخابات قرار داشته؟ خود از یک ضربه است. تشکر. آقای ابراهیمی در مورد استقلالات آقای خورشید به عنوان نماینده آقای احمد ولی مسعود و آقای ابراهیم زای به عنوان نماینده آقای نبیل، دو کاندید انتخابات رئیس جمهوری، ایراد دارند با شما و بیشتر شک دارند و شما در حالی که میگین که ما مستقلانه عمل میکنیم. بفرمایید. تشکر. هر چیز به شک و ادعا چیز نمیشه. اسناد مدارک که در رابطه دارن موارد مشخص بکنن که کمیسیون در این مورد مستقلانه عمل نکرده. یک مورد، دو مورد، سه مورد. اسناد مدارک چرا به شما تجربه گذشته ثابت شده در انتخابات گذشته؟ مثلا آنچه که آقای ابراهیم زای گفت در مورد لیست نشر انتخابات پارلمانی پیش از اینکه از طریق کمیسیون اعلان شود از طریق دانلودش به تلویزیون ملی رفت، تلویزیون ملی نشر کرد. فکر نمیکنید که حرکت تحت تاثیر حکومت؟ ما تا دامیان صفحه فیسبوک ما همون مورد هست که هنوز ما رسما نشر نکرده بودیم. خب موارد هست بعض جا لیک میشه بعض موضوعات، اما براتون بگویم که هیچ موردی که مطرح میشه در رابطه مشخص شود کدام در کدام رابطه کمیسیون مستقل انتخابات نامستقلانه عمل کرده. حداقل ما بفهمیم، شما بفهمیم، شما بحث یک خبرنگار و بحث مجری یک برنامه کدام مورد کدام گزارش داشتین، کدام مستنده که در رابطه به ادعا میشه هر چیز مادام ادعا بکنم مشکوک باشه شک باشه. چون کلانترین شک در مورد برگزاری انتخابات، روز انتخابات، سازماندهی انتخابات و بس تقلباتی که انجام میگیره این مورد است. تاکنون سند وجود نداره، اما یک شک وجود داره که این کمیسیون نمیتونه مستقلانه آنچه که نزد کاندیدا بارها میثاق شورای بستگی نامزدان درست پیش اعلامیه داد در مورد مداخلات و دید شک دید، اما هر چیز میتونن به دید مثبت، به دید خوبتر و بهتر دید و به او اعتماد کرد. اگر خودت باعث یک مجری ما آقای عبدالعزیز ابراهیمی، آقای راسخ، آقای خورشید هم ما هر چیز به دید شک ببینیم، خود به خود او به چالش کلان مواجه میشه. بیاین مثبت ببینیم و پروسه را کمک بکنیم، هم ما دست به دست بدیم. کمیشنر صاحب کمیسیون مستقل انتخابات کنی صاحبا انتخاب کرد، دارالانشا هم رئیس دارالانشا از تنظیم طریق آمد. اینجا کدام مورد نیست که حکومت مداخله بکنه؟ موارد اگر هست واضح اینجا واضح بسازن. اسناد مدارک. تشکر. آقای راسخ دید شما در پیوند به عملکرد کمیسیون چی است؟ چرا آقای ابراهیمی رد میکنه که سند وجود نداره در مورد عدم استقلالیت کمیسیون و مداخلات حکومت بر کارکرد کمیسیون؟ یافته‌های شما چرا نشان میده؟ در پاسخ به موضوعی که ابراهیم زای صاحب مطرح کردن در مورد آقای یوسف رشید که ایشان نیست در غیابشان، آقای عیدزاده هم که در غیابشان نیست، ما از خدمت ابراهیم زای صاحب عرض بکنم که از سال 2003 ما با این طرف به همراه اردویشان کار کردیم، هم در ایندیای در نهاد ایندیای معذور بوده که در فیفا و تیفا آمدن در واقع همکار ازشون. من هیچ وقت ندیدم که ترنینگ آقای عیدزاده را و آقای یوسف رشید را خانم شعلہ داده باشند. این ما خدمت شما بخی کاملا اطمینان میتیم. او حسابش جداست، ولی بزرگوارا خودشان در واقع از او بخش تجربه خود را از جای دیگه گرفتن. در مورد کار کمیسیون خیلی واضح و روشن بگوییم. در یک بخش دیگه ما با آقای ابراهیم زای موافق هستم، مادامی که ضعف در درون خود کمیسیون ظاهر شود. او ضعف باعث دخالت دیگران میشه در واقع. اینجا اگر ضعف رو به صورت محرز میخواین از ما بپرسین که مثلا ما بر شما بگوییم، مثلا یک ضعف محرز کمیسیون مستقل انتخاباتی است که تعاملی که دارالانشا با بخش کمیسیون داره در واقع اینجا هم میلنگیم. ما موارد عینی را در واقع ارزیابی هایمون نشان داده که تعاملی را که در مورد کار روزانه کمیسیون مستقل انتخابات با دارالانشا دارن، با عنوان مثال ریاستخانه ها را بجای از اینکه به فرض از رأس دارالانشا کار صورت بگیره، یعنی کار هماهنگ شود توسط کمیشنرها با دارالانشا، مستقیما با رئیسا در واقع تعامل صورت میگیره، در حالی که ریاست دارالانشا اطلاع ندارن. از اون طرف دارالانشا مثلا متهم میکنه کمیشنرها را که در امر استخدام در واقع سعی میکنن که اعمال نفوذ بکنن و دارالانشا رو وادار بکنن که افراد مورد اعتماد در واقع و مورد پسند کمیشنرها رو در واقع چیز بکنن، استخدام بکنن. از این طرف کمیشنرها هم همچین یک نگرانی دارن که به هر حال دارالانشا هم دستور یا بالاخره محرک فکری خود را در واقع از جای دیگه میگیرن. همین ها هست که از دید ما اگر آقای ابراهیمی در واقع در مورد استقلالیت کمیسیون میپرسن، ما میگیم که استقلالیت کمیسیون به چه معناست؟ اگر سرپرستی ولایت کابل در واقع چندین ماه هست که پس نمیشن و بعد کسی دیگه یک جایش اینتریو شده آمده، او را به جای از که او را بیاین سر جایش بشن یک پست دیگه دادن که آرام بکنن و این آدم همچنان کار خود را به عنوان سرپرست پیش میبرن. اگر این اعمال نفوذ نیست در واقع چه هست؟ از این جهت ما میگیم که این به جای از که آقای ابراهیمی به نظر من از کمیسیون دفاع بکنه، باید این روشن شود. بخاطر اینکه ما میگیم کمیسیون مورد اعمال نفوذ قرار میگیره، در واقع کمیسیون میخواد کار خود را انجام بده، ولی زورمندای دیگه هستن که اعمال نفوذ میکنن و بالاخره کمیسیون وادار به کار میکنن که نمیخواد. تشکر. ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدید. آقای خورشید، در پیوند به کارکرد مستقلانه کمیسیون انتخابات، آقای ابراهیمی گفت که هیچ سندی وجود ندارد دال برای که کمیسیون انتخابات به طرف واقع شده باشه و هیچ کسی سند نداره. شما بیشتر کمیسیون انتخابات متهم به این کردین که مستقلانه عمل نمیکنه. اول خب پاسختان در مورد از اینکه سند دارین، دومی که امی وارد کردن اتهام به کمیسیون به معنایی که مثلا مستقلانه عمل نمیکنه از کجاست نزد تیمشون؟ ببینین، ما در دور اول هم گفتم که ما نهایت تلاش ما این باشه و نهایت دید مثبت ما این باشه که همین هر دو کمیسیون در هماهنگی با خواست کلی مردم افغانستان که نتیجه مثبت بیرون بوده باشه. ما همیشه تاکید ما میده که همین دو کمیسیون با تمام بیچارگی، با تمام مشکلات، با تمام کمکاری و کاسی همینو دستگیری شوند. ما اجازه ندیم که یک سره حکومت بیا مثلا خواستاشون بالا از اینا تحمیل بسازه. حالا بس از اینکه سیستم فعال کمیسیون، سیستم فعال نیست، شما بخواید نخواید. ما یک سیستم معیاری نداریم، بلی از تکنیکی ما 18 سال است که دچار یک سری توهمات در بازی انتخابات هستیم و نتیجه معکوس است و هیچ برایندی نسبت به اراده کلی مردم افغانستان از کمیسیون بیرون داده نشده. ببینید، اگر بس از اینکه عملکرد ضعیف نیست و نیاز به ارائه سند است، 18 سال است ما از کجا سند بودیم؟ آقای ابراهیمی حرمتش، رفاقتش، دوستیش در جاش. انتخابات 2014، انتخابات 2009 که به دور دو رفت، انتخابات 2014 و انتخابات پارلمانی 97، آقای نورستانی چگونه یک چهره است برای مردم افغانستان؟ چرا سفیر میشه؟ برای از اینکه برای حکومت کار کرده دیگه. خب حکومت مدیون عزیز آقای امرخیل، مگر شما انتظار تا نیست که آقای امرخیل مورد تایید کل مردم افغانستان چرا مشاور رئیس جمهور میشه؟ به جای اینکه رئیس جمهور را به دادگاه ببره، آقای نورستانی به دادگاه سفیر میشه. کمیشنران به جای از اینکه بیشترین خرابی را در گذشته، حال ما از کمیشنران آری حرف نداریم، ما از گذشته که چگونه سیستم برای از اینا میراث مانده یا چگونه مثلا بزرگی را اونا در حق مردم انجام دادن. ببینین، بحث سند ارائه کردن، بحث اتهام وارد کردن، آری شما مثلا انتظار دارید که چگونه سند باشه؟ سند قضاوت مردم، سند بیرون دادن نتیجه، سند مثلا مداخله سریع حکومت، سند مدیون قرار گرفتن حکومت بعد از پیروزی رسیدنش و استخدام یا جابجایی افراد و اشخاصی که 0.5% مورد تایید مردم افغانستان نیست. این میتونه کلانترین سند باشه. آقای ابراهیمی خب مثلا در وقفه نگفتن که معاش ما پرداخت نمیشه، حکومت با ما همکار نیستن، بسیاری مسائل است که ما دچار مشکل هستیم. از این که سند کلان دیگه شما میتونین داشته باشین. آقای ابراهیمی یک دوست بسیار خوب است، شما انتظار دارین که از این بیشتر با چی میگفت؟ این بگویه که مثلا کمیسیون 0.5% آماده کار نیست، مردم افغانستان دروغ میگه، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دروغ میگه، حکومت ذره‌ترین مشکل نداره و کمیسیون هم هیچ مشکل نداره. ببینید من در مقدمه گفتم که ما به لحاظ تخصصی دم یک تعداد دوستای ما دیوار قسم میخورم که 100% کارمندان کمیسیون بیارین یک تعریف از انتخابات نداره. مؤلفه اصلی که مشروعیت بود و اعتبار بود و استقلالیت چه تعریف کنه برای مردم افغانستان وجود نداره. شما از یک آدمی که مثلا زراعت خوانده چگونه انتظار دارین کمیشنر باشه؟ البته دوری گذشته، اما حالی چند تا کمیشنرها را من شخصا خودم میشناسم که به لحاظ تعهد و صداقت و اراده با تمام مشکلات این وجود، اما در داخل یک سری زیادیت های مثبت میشناسین که اینا مستقلانه عمل میکنه در داخل کمیسیون. همین انتخابات پارلمانی را ما میشناختیم، آقای دولتی مثلا در کمیسیون موجود بفرمایید. در کمیسیون موجود هم ما یک دو سه نفرش میشناسم که اینا ممکنه گذشته نیک داشته باشن، اینا خلا نداشته باشن، اینا تعهد برای مردم افغانستان دارن، ولی را من بپذیریم، شما بپذیرین، آقای ابراهیمی هم بپذیرن که هر دو کمیسیون کلانترین کاری را که برای مردم افغانستان میکنه که واضح مداخله حکومت یک بگوید، مشکلاتی که در داخل کمیسیون وجود داره اعلام بکنن و با تمام کاندیدان، نه با مردم افغانستان، نمایندای افغانستان، با نهادهای ناظر بشینن که این مشکل تکنیکی، مشکل سیاسی، مشکل امنیتی، مشکل لوجستیکی برای ما چرا کتمان کنیم حقایق داخلی را. بسیار تشکر. آقای ابراهیمی، آقای راسخ در مورد مداخله بحث ریاست انتخابات کابل اشاره کردن، در حالی که شخص دوم انترویو داده کامیاب شده اما تاکنون توسط سرپرست مدیریت میشه. ایره گفتن این جزء از مداخله نیست. برای موضوع مدیریت مجبور است یک شخص به سرپرست باشه. موضوعی که از رئیس کابل هست آقای زمانی، موضوعش به محکمه محول شده که محکمه در رابطه فیصله نماید. خب بعضی پروسیجرهای اداری که در رابطه با استخدام از طریق کمیسیون اصلاح، چون ما یک تفاهمنامه امضا کردیم و امتحان از طریق رقابت آزاد گرفته میشه، اینجا بعضی موارد بوده که بعضی از کاندیدا که پیروز شدن و نه، اما گفته میشه که سرپرست کابل تحت فشار نگه داشته تکمیل به عنوان سرپرست. نه به هیچ عنوان مورد نیست. موضوع رئیس کابل که قبلا امتحان داده بود و شخص دیگه که اردوشان شکایت بینشان داشتن، این موضوعشون از کمیسیون اصلاحاتی داری که تصمیم گرفته شده بود بازی به محکمه محول شده و اعتبار نتیجه محکمه در رابطه آمده و هر کسی که مستحق باشه یک چیزی که به عنوان مداخله آشکار حکومت یک بار دیگر مطرح میکنم این است که شما عملکرد کمیسیون موجوده در پیوند به برخورد با انتخابات پارلمانی دیده شد، با توجه به اینکه خلاف میل کمیسیون فعلی، خلاف میل کمیسیون شکایات انتخاباتی، نتایج دارالانشا درس کرد، توسط تلویزیون ملی نشر شد، بالاخره کوچکترین اقدام هم توسط کمیسیون موجود صورت نگرفت و گفته نشد که چرا حکومت افغانستان لیست اعلام کرد، مجبور شدن که لیست تایید بکنن. این مداخله نیست، تحت فشار حکومت چی است؟ به هیچ عنوان نمیتونیم بگوییم که موارد هست که سببی که کل پروسه را زیر سوال ببره. با انتخابات پارلمانی نه، این بزرگترین نگرانی است و بیشتر تاثیرگذاری حکومت در کمیسیون نشان میده. شهروندان افغانستان حق دارن که نگران باشن و نسبت به پروسه‌های ملیشان بدانه و نگرانشان هم در بعضی مواقع قابل بجا هست و میتونه آدم مد نظر بگیره مواردشان، اما این برمیگرده به شخصیت و اهلیت و وجدان یک شخص که خودش به حیث یک شخص میان در نهاد کار میکنن، این استقلالیت خود به حیث یک شهروند مد نظر بگیره. تشکر. آقای ابراهیم زای، در پیوند به اظهارات که آقای ابراهیمی مطرح کردن که هیچ موردی وجود نداره که مثلا تحت مداخله سیاسی عمل شه و یا هم کمیسیون فعلی تحت مداخله فشار حکومت حرکت بکنه. هرچند من مثال از انتخابات پارلمانی دادم، بفرمایید این مورد کوتاه چون مورد دمی انتخابات پارلمانی را اگر سرش بحث کنیم، من فکر میکنم که از لحاظ تکنیکی آقای راسخ باید با ما موافق باشه که این نتیجه کابل دیگه نتیجه گفته نمیدانیم تقریبا، چرا که لیست ابتدایی داشت، کمیسیون شکایات همون نتیجه تفتیش باطل کرد، کسای آمدن تا و بالا. این دیگه نمیخوایم سرش وقت ضایع کنم، بدلیز دوستیش بسته شو خیر است. امی بزرگوارا برای ما بگوین که ساعت 10 بجه رئیس کمیسیون گفت که ما انتخابات شورای ولایتی و ریاست جمهوری را هم زمان میکنیم. زمانی که 12 بجه یک نماینده سفارت امریکا و وزارت خارجه امریکا به کابل میاد، با کمیسیون با هر ریاست جمهوری دیدار میکنه، ساعت 2 بجه میگیم که ما نسبت کمبود وقت 2 انتخابات همزمان برگزار کرده نمیتونیم. یکی از نواقص نقیصه‌های کلان از او انتخابات امروز کم رنگ بودن کمپاین‌های انتخاباتی را شما به دلیل ازی می‌بینین که اگر 3000 کاندید ما به شورای ولایتی می‌داشتیم، 3000 کمپاینر و مبلغ آگاهی‌نامه برای انتخابات ما تقریباً که به خاطر خودم همین پروسه را، یعنی اونجوری که شما میگین این کمیسیون از لحاظ داخلی ابتکار عمل نداره و مطلقاً نداره. مسئله دیگه که دوستا به او اشاره کرد، جناب خورشید صاحب اشاره کرد، رفتن انتخابات به دور دو. شما متوجه باشین که از لحاظ تکنیکی شفاف‌ترین انتخابات در دنیا به دور دو میره. شفافترین انتخابات به دور دو میره، اما دور دو مثل که طلاق بدترین حلال است، بدترین شفافیت هم رفتن دور دو انتخابات است، بدترین، چون در جغرافیای مثل افغانستان مشکلات بسیار چیزی را بار میاره. مسئله با دکتر سب نورستانی اشاره شد. ما فکر میکنم در زمان دکتر سب نورستانی ما تانستیم که 2 انتخابات، انتخابات شورای ولایتی، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات دور دو، تفتش 100% را، این 4 پروسه را همزمان حداقل پیش ببریم. انتخابات دور دو مورد تایید همه بود، نمیخوایم سر از اون مسئله پس برم چون این دوسیه باید بسته شده. مسئله دیگه که دیگه بازم شش موارد نه خرج نشه با موضوع براتون رقم سوی تفاهم نشه، مسئله من منظورم بس دیگه بود. مسئله دیگه که فعلا کمیسیون با او آمادگی نداره. ای کاش گپای من درست نباشه. ما می چیزی که پیش بینی کردیم، الحمدلله شما به یوتیوب برین امور یکی با یکی بررسی شده. این بایومتریک سر از این انتخابات میخوره و این بحران سونامی را در افغانستان ایجاد میکنه. خدا نکنه که ما به اون طرف بریم و این کمیسیون ظرفیت مدیریتی زوره نداره. دارالانشا در یک خلای سواد تکنیکی و انتخاباتی قرار داره. شما این را بپذیرین. او بیچاره رفیق ما. بسیار تشکر. آقای راسخ، به عنوان جنبندی و آخرین اظهارات، چند فیصد شما به عنوان یک نهاد ناظر به این باور هستین که کمیسیون موجود در کمتر از 1 ماه بتونه که دستگاه بایومتریک تطبیق بکنه و میزان شفافیت به طور نسبی تامین بکنه و اطمینان خاطر کاندیدا؟ قبل از پاسخ به سوال شما، خوب هست من توصیه بکنم که انتخابات پارلمانی گذشته ما فکر کنم 0 هم جای چیز نداره، جای حمایت و طرفداری نداره. سفرش ببندیم به نظرم. در اینجا ما فکر میکنم که متاسفانه اگر نگاه به جامعه جهانی بندازیم، جامعه جهانی ارادهشان برای برگزاری انتخابات افغانستان متاسفانه مورد سوال هست به صورت جدی. خب نهادهای مدنی، متاسفانه نهادهای مدنی هم میلنگن. اجازه بدید از طریق رسانه شما بگویم، ما هیچ گونه منبعی در واقع برای نظارت فراگیر در سطح افغانستان، نه فیفا نه تیفا نه هیچ نهاد دیگه در واقع نداره. از او جهت هم محدود شده. خب در واقع ما اگر فقط اتکا بکنیم به نیروهای رضاکار ما، این از بخش نظارت، از بخش مالیش که بالاخره روشن هست، از بخش مالیش که بالاخره آقای ابراهیمی باید روشن بکنه. 8 میلیون پوند را که انگلیس‌ها غیر از اون من فهم که چقدر اینا واقعا وجود داره. بله حوزه امنیتی که بحث شد در واقع در کجا قرار داریم. از اون جهت اگر فکر ما این است که اگر اراده سیاسی واقعا معطوف به برگزاری انتخابات نباشه، من فکر کنم کمیسیون مستقل انتخابات که بخی جن هم شود، انتخابات شفاف نمی‌تونه. بسیار تشکر میهمانان عزیز از حضورتان در برنامه ارگ 98 امشب و شما هم تشکر می‌کنم عزیز که این بحث با ما تا کنون دنبال کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.